بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی ما در واشنگتن دی سی سرخط خبرها. پیامدهای حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق. مقام‌های اسرائیلی تهدید کردند هر حمله احتمالی ایران با واکنش شدید این کشور مواجه خواهد شد. اختیار 13 سناتور آمریکایی به دولت بایدن در مورد آسانگیری بر تهران. همزمان وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 13 کشتی یک شرکت اماراتی را در رابطه با ایران تحریم کرد. در ادامه این بخش خبری، هشدار واشنگتن به بنیامین نتانیاهو درباره ادامه نبرد در غزه. اگر اسرائیل شیوه جنگ را تغییر ندهد با عواقب آن روبرو خواهد شد. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از مقام‌های اسرائیلی نوشته اگر ایران حمله‌ای را از خاک خود علیه اسرائیل انجام دهد با واکنش شدید این کشور مواجه خواهد شد. بر اساس این گزارش، مقامات آمریکایی و اسرائیلی از آمادگی ایالات متحده و اسرائیل برای واکنش بدون فوت وقت خبر دادند. پیشتر کاخ سفید از گفتگوی جو بایدن و بنیامین نتانیاهو درباره تهدیدات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل خبر داد و گفت ایالات متحده قویاً از اسرائیل در مواجهه با این تهدیدها حمایت می‌کند. روزنامه کیهان که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود از قطعی بودن پاسخ ایران به حمله اسرائیل به کنسولگری تهران در دمشق نوشته و تأکید کرده باید تا موضوع داغ است اسرائیل را بزنیم. نویسنده یادداشت از آماده باش اسرائیل گفته و خواستار آن شده جمهوری اسلامی به شکل غافلگیر کننده‌ای به مواضع اسرائیل حمله کند. احمد رضا رادان نیز همسو با دیگر مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به کشته شدن 7 عضو نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق موضع گرفت. فرمانده انتظامی کل کشور اعلام کرد این حمله بدون تردید بی پاسخ نخواهد ماند. سخنان رادان پس از گذشت 5 روز از حملات به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در حالی بازتاب یافته که 2 نفر از کشته شدگان این حمله مقامات بلندپایه سپاه پاسداران بودند. وبسایت خبری تهران تایمز وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی همزمان با مراسم حکومتی روز قدس با تهیه پوستری تبلیغاتی وعده تهران مبنی بر تهدید به انتقام را تکرار کرده. تهران تایمز با الگوبرداری از دیالوگ سریال بازی تاج و تخت نوشته طوفان در راه است. نماز را به زودی در قدس خواهیم خواند. روح الله رحیم پور تحلیلگر سیاسی از ترکیه همراه ما هستند. وقتتون بخیر آقای رحیم پور. خط و نشان کشیدن های تهران رو چقدر باید جدی گرفت؟ چه اندازه احتمال حمله مستقیم پررنگ به نظر میرسه؟ در کل پیش بینیتون از نحوه مقابله دو کشور چیه؟ درود و احترام خدمت شما و بینندگان محترم. ببینید، وضعیت سه‌گانه‌ای برای جمهوری اسلامی در قبال این حمله وجود داره. اگر در مرحله اول اگر واکنشی نشون نده توسط نهادهای محافل داخلی و به ویژه طرفداران خودش تحت فشار قرار بگیره و دچار تنش از داخل میشه، اگر واکنشی که به خرج میده واکنش مؤثر نباشه، در اون صورت فضاحت رسانه‌ای و وضعیت ناگوار انتقادی در برابرش ایجاد خواهد شد، مثل همون کاری که بعد از انفجار کرمان در سوریه انجام داد و خیلی ها در واقع مورد نقد قرار دادن، یه کاری که در کردستان انجام بده. و اگر واکنش مؤثر نشون بده اون وقت ممکنه که با تبعات بسیار سنگینی مواجه بشه. در حداقل وضعیت اتفاقی بود که اون موشک رو به پاکستان در واقع شلیک کردن و در مقابلش پاکستان هم در واقع مقابله به مصر کرد، یا فاجعه‌ای که بعد از حمله به عین الاسد و در اثر ساقط کردن هواپیمای PS752 شکل گرفت. در نتیجه وضعیت موجود یک آمپاس جدی برای جمهوری اسلامی هست که هر اقدامی رو بخواد انجام بده ممکنه تبعات سنگینی براش به همراه داشته باشه. من فکر می‌کنم که این خط و نشان کشیدن به ویژه مطرح شدن نقش محمد رضا زاهدی در طراحی و اجرای عملیات 7 اکتبر به خاطر این هست که از اون شدت واکنشی که جمهوری اسلامی میخواد انجام بده کاسته بشه و درگیری گسترش زیادی پیدا نکنه. نه اینکه اصلا واکنش نشون نخواهد داد، اما واکنشش احتمالا یک واکنش غیر مؤثر خواهد بود. چنانچه سناریو سوم رو در نظر داشته باشه اساساً چه گزینه‌هایی رو در اختیار داره؟
هم میتونه از نیروهای نیابتی خودش در منطقه مثل حزب الله، مثل هشت الشعبی و نیروهای مستقر مثل فاطمیون و زینبیون در سوریه استفاده کنه برای این کار، و هم میتونه مشابه اون کاری که در شلیک موشک از ایران به سوریه انجام داد و از حوالی خوزستان موشک بالستیک پرتاب کرد، این کار رو انجام بده. تهدیدی هم که اسرائیل انجام داده در مورد انجام عملیات از خاک ایران هست، یعنی اسرائیل احتمالاً آمادگی لازم رو برای مقابله با تهدیدهایی که فراسرزمینی باشه توسط گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی انجام بشه رو احتمالاً داره و هشدار رو در مورد عملیات‌های موشکی که از خاک ایران انجام میشه داره مطرح می‌کنه. در نتیجه با دو فرض محتمل، یعنی نیروهای نیابتی و توان موشکی، من فکر می‌کنم که نیروهای نیابتی احتمال بیشتری داره که ورود بکنن و اقداماتی رو انجام بدن، چون تبعات سیاسی و همینطور تنش‌های نظامی کمتری رو میتونه برای ایران به همراه داشته باشه. سپاس از شما روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی از ترکیه. نگاهی به چند خبر از ایران. ناومی کوهلر، خواهر سیسیل کوهلر، شهروند فرانسوی زندانی در ایران، گفت خانواده و مقام‌های فرانسوی با گذشت 700 روز از بازداشت خواهرش نتوانستند به هیچ اطلاعاتی درباره پرونده و اتهامات او دست پیدا کنند. ناومی در واکنش به پخش اعتراف اجباری سیسیل کوهلر گفت بدترین روز زندگیش وقتی رقم خورده که دیده خواهرش به اجبار مجبور به اعتراف جاسوسی در تلویزیون ایران شده. سیسیل کوهلر عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه در اردیبهشت سال 1401 به اتهام جاسوسی بازداشت شد. با ادامه پلمب رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها در ماه رمضان، منابع خبری از بسته شدن 107 واحد صنفی در استان هرمزگان به دلیل آنچه بی‌حرمتی به ماه رمضان و هنجار شکنی خوانده شده خبر دادند. در همین رابطه برای 13 مرد و یک زن نیز پرونده قضایی تشکیل شده. از زمان شروع ماه رمضان تا کنون صدها واحد صنفی در شهرهای مختلف کشور پلمب و از فعالیت آنها جلوگیری شده. و وزارت سمت با ابلاغ مصوبه خواستار ممنوعیت واردات گوشی‌های دکمه‌دار در سال جاری شد. علت ایجاد این ممنوعیت واردات، حمایت از واحدهای تولید کننده تلفن همراه در کشور عنوان شده، در حالی است که بسیار این اقدامات را تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای افزایش محدودیت‌های دسترسی شهروندان به کالاها و خدمات با کیفیت بین‌المللی عنوان می‌کنند. 13 سناتور آمریکایی در نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه، و جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نسبت به ادامه سیاست مماشات دولت بایدن در قبال تشدید سیاست‌های تهاجمی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. سناتور تیم اسکات با انتشار این نامه در اکانت خود در شبکه ایکس نوشت در حالی که آمریکا با ادامه این سیاست‌ها باید دسترسی تهران به عرصه‌های بین‌المللی را محدود کند، دست جمهوری اسلامی را بازتر می‌کند و این غیر قابل قبول است. همزمان دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا موسوم به اوفک از وضع تحریم‌های جدید علیه 13 کشتی متعلق به شرکت اوشن لینک مستقر در امارات متحده عربی خبر داد. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این اقدام در چارچوب اعمال تحریم‌های بیشتر بر درآمد بخش نظامی جمهوری اسلامی صورت گرفته. بر این اساس شرکت اوشن لینک ماریتایم برای تسهیل حمل و نقل کالاهای ایرانی به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی عمل کرده. در همین رابطه رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید ایالات متحده بر اساس تعهدات و موازین بین‌المللی ناچار شده در بعضی مواقع به جمهوری اسلامی امتیاز دهد. ببینید، داستان این حرکت دوگانه نیست. از یک سو آمریکا یک مقدار تعهدهایی داره در مورد ایران و اون هستش که برای این کارهایی که انجام میده در مورد ایران مثلا اجازه بده که ایران به عراق نفت بفروشه، برق بفروشه با پوزش، و در قبال فروش برق دارایی داشته باشه و پولی بگیره. خب اون پولا میره به یک کشور سوم و اونجاست که برای خرید دارو و غذا مصرف میشه.
این 13 سناتوری که نامه نوشتن میگن که نباید همچین کاری اتفاق بیفته. آمریکا بر اساس موازین بین‌المللیش عمل داره میکنه، ولی از سوی دیگر میبینیم که خب نشون میده که نمیخواد دست ایران در این حرکت ها باز باشه. شما ببینید که ایران 90% دارایی خودش رو از فروش نفت تامین میکنه. خب این 90% بخشش مسائلی است که آمریکا ازش آگاهی داره، بخش دیگه اینجایی میاد که اونها رو با این کشتی‌های کشتی به کشتی و کشتی‌هایی که با نام دیگر ثبت کرده و از جمله این 13 کشتی که در اصل در دبی هستند. 182مین روز جنگ اسرائیل و حماس با بازگشایی گذرگاه ارز برای ارسال کمک‌های بشردوستانه و رد پیشنهاد آتش‌بس آزادی گروگان‌ها از سوی حماس آغاز شده. اسامه همدان از رهبران ارشد حماس به رویترز گفته مصر از سوی مذاکره کنندگان اسرائیلی پیشنهاد آتش‌بس تازه‌ای را به این گروه ارائه کرده که در آن مورد جدیدی نبوده و این گروه از هیچ یک از خواسته‌های قبلی خود عقب نشینی نمی‌کند. این مقام ارشد حماس به رویترز گفته علی‌رغم اختلاف نظر شدید میان مذاکره کنندگان اسرائیلی و نمایندگان این گروه، آمریکا و مصر در تلاشند تا دور جدید مذاکرات را در هفته آینده و پیش از عید فطر آغاز کنند. کاخ سفید با استقبال از تصمیم اسرائیل برای باز کردن گذرگاه ارز و بندر اشدود برای کمک رسانی به غزه گفته این اقدام به دنبال برقراری تماس تلفنی میان جو بایدن و نتانیاهو انجام شده. پیشتر ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل گفته بود کابینه این کشور با ارسال کمک‌های بیشتر به غزه مخالفت کرده. معاون رئیس جمهور آمریکا با سریع خواندن گفتگوی تلفنی جو بایدن و بنیامین نتانیاهو گفته اگر اسرائیل رویکرد خود را در غزه تغییر ندهد، ایالات متحده این کار را خواهد کرد. کاملا هریس پس از گفتگوی تلفنی جو بایدن و بنیامین نتانیاهو گفته آمریکا می‌خواهد مطمئن باشد که اسرائیل همواره قادر به دفاع از خود است، اما در این حال اگر تغییراتی در عملکرد این کشور در جنگ غزه ایجاد نشود، به احتمال زیاد واشنگتن رویکرد خود را نسبت به اسرائیل تغییر خواهد داد. جان کربی هماهنگ کننده شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته اگر اسرائیل شیوه جنگ در غزه را تغییر ندهد، با عواقب آن روبرو خواهد شد. رئیس جمهور امروز با نخست وزیر اسرائیل صحبت کرد. بایدن در این تماس تلفنی تاکید کرد که حمله به امدادگران و کلن وضعیت حقوق بشر در غزه غیر قابل قبول است. بایدن همینطور در این تماس از نتانیاهو خواست تا گام‌های مشخص برای آسیب کمتر به غیر نظامیان و امدادگران بردارد، وگرنه با عواقبی روبرو خواهد شد. بایدن در این تماس تاکید کرد که آتش‌بس فوری برای ثبات و بهبود وضعیت انسانی و حفاظت از غیر نظامیان ضروری و از نتانیاهو خواست از مذاکرات آتش‌بس حمایت بیشتری بکند. ما می‌خواهیم برخی تغییرات واقعی را از سوی اسرائیل ببینیم و اگر شاهد آن تغییرات نباشیم، اسرائیلی‌ها مجبور خواهند شد تغییرات را از سوی ما ببینند. میر جاودان فر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما هستند. وقتتون بخیر جناب جاودان فر. باید توپ و تشرهای بایدن و مقامات دولتش رو موضع واقعی آمریکا در نظر گرفت یا ارسال وسایل تسلیحاتی جدید ایالات متحده رو؟ ببینید بحثی جدی گرفت واقعا الان روابط اسرائیل و آمریکا در یک نقطه بحرانی هستن و یکی از دلایلی که به نظر میاد که دولت اسرائیل گذرگاه مرز اسرائیل با مرز ارز اونجا رو باز کرده به احتمال زیاد برای همین مسئله هستش که واقعا فشار داره از سوی آمریکا داره افزایش پیدا میکنه و الان که این مرز ارز گذرگاه ارز باز شده در شمال غزه، این ارسال غذا به شمال غزه رو آسان‌تر خواهد کرد و کمبود غذا رو آسان‌تر خواهد کرد، یعنی کاهش خواهد داد در اون منطقه. البته قبلا غذا میرسید به غزه ولی از جنوب میرسید و ارسالش به شمال یه خود سخت شده بود به خاطر اینکه امدادگران نبودن و به خاطر اینکه جنگی وجود داشت، ولی الان به نظر میاد که الان مثلا اینکه این گذرگاه الان باز شده واقعا میتونه کمک بکنه و این نظر شخصی من هستش. و یک مسئله دیگه هم این هستش که به احتمال زیاد اتفاقا خوشبین میکنم خوشبین شدم برای اولین ما بعد از خیلی وقت، چون بر اساس گزارش های اسرائیل
گزارش‌های مطبوعات در اسرائیل آقای نتانیاهو در این مذاکرات با حماس زیاده از حد بعضی وقت سختگیری می‌کرده و فکر کنم که الان به خاطر فشار آقای بایدن ما به شاهد افزایش انعطاف‌پذیری آقای نتانیاهو خواهیم بود در این مذاکرات. پس شما فکر می‌کنید فشارها در نهایت باعث تغییر رویکرد اسرائیل بشه، نه اینکه اختلافات چالشی در واقع تاثیر عمیقی بذاره بر روابط دو کشور؟ ببینید آقای بایدن خیلی اسرائیل رو دوست داره. آقای بایدن از ته قلب برای ما براش مهم هستیم. آقای بایدن میدونه که چقدر مهم هستش که مانند اینکه مردم ارمنستان به خاطر این همه درد و کشتاری که کشیدن واسه خیلی مهم هستش که اونا کشور خودشون داشته باشن، کشورهای دیگه همینطور مردم یهود هم واسه کشور خودشون داشته باشن به خاطر این ظلمایی که به ما شد و دردهایی که ما کشیدیم. پس ایشون نمیاد که ما را دوست وسط راه نیستش که الان میاد ما را وسط جنگ بل بکنه. چیزی که باعث شده که آقای بایدن این کار بکنه بیشتر رفتار آقای نتانیاهو بوده. پس ما شاهد تغییراتی خواهیم بود، ولی یا اینکه مثلا الان اسرائیل بیاد جنگ رو مثلا تموم بکنه، یا اینکه مثلا بعد از اگر آتش بس بشه که به نظر من اتفاقا داریم نزدیک بهش میشیم که بعد از اون آتش بس اسرائیل بیاد جنگ رو تموم بکنه یا اینکه اجازه بده حماس بمونه، نه. ولی در بعضی از سختگیری ها آقای نتانیاهو باعث کنار بیاد و یکی از دلایلی که آقای نتانیاهو در الان خودش سختگیری کرده این هستش که اعضای دولت خودش اجازه نمیدن گروه های افراطی در این دولت هستن که آقای سماتریش و آقای بنگیری که دولت رو ترک خواهند کرد به خاطر اینکه اونها اینقدر عرب ستیز هستن و نژاد پرست هستن و دشمنی دارن با مردم غزه و با مردم عرب. ما میدونیم این رو. پس الان آقای نتانیاهو باید به خاطر فشار آمریکا باید کمتر به اونها گوش بکنه و باعث خواهد شد که حتی باید در بعضی مواقع موضع خودش رو در خطر بندازه در دولت، ولی راه دیگری وجود نداره چون آمریکا مهمترین همپیمان اسرائیل است. تلاش ها برای صلح رو فکر میکنین آیا نتیجه بخش باشه؟ مذاکراتی که قرار پیش از عید فطر صورت بگیره کوتاه بفرمایید. بله این دفعه بله، چون الان افزایش الان واقعا مسئله بحرانی شده. الان آقای نتانیاهو خودش رو منزوی کرده در جامعه بین‌المللی و روابط با آمریکا به مراحلی رسیده که الان ما می‌بینیم. بله به خاطر فشار آمریکا من برای اولین بار خود خوشبین هست، امیدوار هست. سپاس از شما میر جاودان فرد، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. زنده باشید. چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. پژوهشگران کالج لندن و دانشگاه آکسفورد در تلاشند تا با انجام یک آزمایش خون ساده بیماری آلزایمر را در مراحل اولیه تشخیص دهند. در این طرح پژوهشی 5 ساله قرار است 5000 داوطلب شرکت کنند. بر اساس داده‌های سازمان بهداشت جهانی بیش از 55 میلیون مبتلا به آلزایمر در جهان وجود دارد که پیش بینی می‌شود این تعداد تا سال 2050 به 139 میلیون نفر افزایش پیدا کند. قضات ایالت جورجیای آمریکا درخواست دونالد ترامپ برای رد اتهامات مربوط به انتخابات سال 2020 را در 2 پرونده جداگانه رد کردند. بر اساس این احکام دادگاه با رد استدلال‌های ترامپ و تیم وکلایش اتهامات مرتبط به مداخله در انتخابات و خروج اسناد طبقه بندی شده را تایید کرده. تیم وکلای ترامپ در واکنش به این احکام گفتند به تلاش‌ها برای رد اتهامات علیه رئیس جمهور پیشین آمریکا ادامه خواهند داد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته در نشست 2 روزه ناتو گفت اوکراین در نهایت به ناتو می‌پیوندد. بلینکن با اشاره به اینکه کیف از حمایت گسترده کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی برخوردار است گفت هدف اعضای ناتو در نشست سالانه این سازمان کمک به ایجاد پلی برای این عضویت است. ولادیمیر زلنسکی برای عضویت سریع کشورش در ناتو پیشتر تقاضایی را به این ائتلاف نظامی ارائه کرده بود. سایت دیدبان ایران جزئیات جدیدی از قرارداد اجاره جنگل الی مالات به هلدینگ گردشگری جوانمرد را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش قطع حداقل 30 درخت بالغ و حدود 4000 نهال در حریم آبندان قدیمی الیمالات شهرستان نور استان مازندران به منظور ایجاد پارکینگ برای مجموعه گردشگری در حال احداث با اجازه نهادهای دولتی انجام شده. سایت دیدبان ایران افزوده شرکت آب منطقه مازندران حدود 2 سال قبل حریم آبندان الیمالات را به مدت 25 سال برای اجرای طرح گردشگری آن هم بدون پیشبینی زیرساخت‌های لازم از جمله پارکینگ به این شرکت خصوصی اجاره داده. نیکاهنگ کوثر تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست میگوید وزارت نیرو با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در تخریب محیط زیست و تقسیم عواید مالی آن شریک هستند. بررسی کنیم در طول چند دهه اخیر نابودی صدها هزار درخت در جنگل‌های زاگرس به خاطر سدسازی‌ها رو شاهد بودیم، یا بریدن درخت‌ها رو یا پاکتراشی جنگل رو به اسم انتقال خطوط برق و بعد انتقال آب که میخوان از دریای مازندران به سمت سمنان ببرن، یعنی درون ایران مرکزی، و هیچگاه مقام‌های وزارت نیرو بابت این کار مؤاخذه نشدن و پاسخگو نبودن. اینکه الان در ارتباط با این پارک جنگلی و اون دریاچه‌ای که در اونجا وجود داره ردی از وزارت نیرو وجود داره به واسطه سدی هم هست که در اون منطقه هست و خیلی ها در ابتدای کار میگفتن که خب باید منابع طبیعی رو مؤاخذه کرد، بله اون سر جاش، اما وزارت نیرو رو ردش رو خیلی ها اول ندیده بودن که الان مشخص شد. به نظر میاد که برای بررسی نابودی مراتع جنگل ها، تالاب ها و کلیه منابع طبیعی در کشور در درجه اول بایستی وزارت نیرو رو زیر ذره برد و همچنین شریک بزرگ وزارت نیرو یعنی سپاه پاسداران از طریق نهادی مثل قرارگاه خاتم الانبیا و پیمانکاران دیگری که بخشی از سودی که دریافت میکنن از وزارت نیرو بر اساس تحقیقات مشخص شده که به نهادی مثل سپاه قدس میرسه که میدونیم سپاه قدس هم در خارج از ایران عملیات تروریستی انجام میده، یعنی همه اینها به نحوی به هم مربوط هستند. افزایش فشارهای امنیتی و بازداشت شماری از اعضای خانواده‌های دادخواه در روزهای اخیر گسترش پیدا کرده. خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داده فرداد معظمی گودرزی از بستگان یکی از جانباختگان آبان 98 برای دومین بار بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده. یک منبع نزدیک به خانواده او گفتند ماموران پس از بازداشت برای تفتیش به منزل گودرزی رفتند و برخی از لوازم شخصی از جمله تلفن همراه فرزاد و خانواده‌اش را ضبط کردند. طاهر خوشکلام همسر جواد رضایی در صفحه اینستاگرامش از احضار خود به دادسرا خبر داد. بر اساس این احضاریه خوشکلام به تبلیغ علیه نظام متهم شده. در این احضاریه هشدار داده شده امتناع از حضور باعث خواهد شد دادسرا مطابق مقررات اتخاذ تصمیم کند. جواد رضایی در اعتراضات 1401 بر سر شلیک مستقیم ماموران امنیتی در لاهیجان کشته شد. مهسا یزدانی مادر محمد جواد زاهدی در استوری صفحه اینستاگرامش خبر داده برای همیشه از فضای مجازی خداحافظی می‌کند. مادر محمد جواد زاهدی در حالی از سوی دادگاه انقلاب به 13 سال حبس تعزیری محکوم شده بود که برای دادخواهی فرزندش اقدام کرده بود. محمد جواد زاهدی در اعتراضات 1401 کشته شد. هنگا دلایل عنوان شده در حکم صادره برای مهسا یزدانی را توهین به مقدسات، تحریک مردم علیه امنیت ملی، فعالیت علیه جمهوری اسلامی و اهانت به علی خامنه ای عنوان کرد. لادن بازرگان فعال سیاسی و حقوق بشر میگوید جمهوری اسلامی کنترل اوضاع در کشور را از دست داده و به همین دلیل برای ایجاد وحشت در بین شهروندان دست به سرکوب بیشتر میزند. در سالهای گذشته پدرها، مادرها، خواهران و برادران جانباخته ها و زندانی ها را دستگیر می کردن و اونها را مورد اذیت و آزار قرار می دادن. الان با دستگیری آقای فرزاد اعظمی که در واقع پسر داییش آقای رضا معظمی گودرزی کشته شده بوده، اینا دارن همینجوری دایره داره وسیع تر میشه برای اینکه واقعا کنترل را از دست دادن و نمیتونن مردم رو وحشت زده بکنن بیشتر، و برای همین هم هست که باید به سرکوب های بیشتر، دستگیری های بیشتری دست بزنن برای اینکه واقعا از اینکه آبروشون جلوی جامعه بین المللی بره وحشت دارن. این گزارشی که کمیته حقیقت‌یاب داد و از فشارهایی که برای خانواده‌ها هست، از این اعدام‌های فراغذایی، از این کور کردن تظاهر کنندگان و همه اینها پرده برداشت، واقعا ضربه بزرگی برای جمهوری اسلامی بود. کما که می‌بینیم که فقط
8 کشور رأی ندادن به این، و اونها خب دشمنان معمولی که ایران هستن، دشمنان معمولی مردم ایران هستن، مثل چین، کوبا، الجزیره، اریتریه، اندونزی، سودان. ولی این رأی ها خیلی جالبه که کسایی که حاضر نشدن رأی بدن، حتی دوستان رژیم مثل قطر که همیشه کنار رژیمه، جرأت نکرد که رأی نبده به این قضیه، و حتی کشورهایی که معمولا کنار رژیم میستن این دفعه رأی ممتنع دادن، و اینها همه نشانه پیروزی جنبش زن زندگی آزادیه، نشانه اینه که صدای مردم ایران داره به گوش دنیا میرسه و رژیم نمیتونه همینجور دیگه در خفا به این سرکوب ها و جنایت ها ادامه بده. و در آخر، همزمان با تولد آرمیتا گراوند در 17 فروردین، خواهر او آوا ویدئویی را از تولد خواهرش در صفحه اینستاگرام منتشر کرده. آرمیتا گراوند 9 مهر ماه 1402 به دست نیروهای امنیتی به دلیل سرباز زدن از حجاب اجباری در مترو تهران مورد ضرب و جرح قرار گرفت و پس از 28 روز کما 6 آبان جان باخت. این بخش خبری رو با تصاویر او به پایان می‌بریم.